بس هم خوش آمدین. گلالی خوری کله چې ته واده شوې او د دوی کور ته لاړې، هلته یې در سره سلوک څه رقم و؟ آیا در سره ښه رویه یې کوله؟ که چېرته یې در سره، ځکه چې ته نوې واده شوې ولې، نو د هغې دا برخورد تا سره څنګه و؟ در سره خوشحاله و؟ لا لا، ښه و، یو په ساحي او کار ښه و. نو مخکې له دې نه چې دې خبر ته راشو، ولې یې ته وهلې؟ چې واده شم هغې مخکې نه وم وهلې، له مخې چې وی کړمه پرتواک مې پرېکړه، بعد هغې نه وم وهلې. چې دا یې وکړه، بله په نکاح یې کړه، ذاتي دې ما ورځ بده کړه. میړه دې چا سره واده وکړو؟ له خپل ورور یې مړ کړو، هغه ښځه یې ده وکوله. نور څه شی سو؟ ورور یې مړ کړو، هغه ښځه یې چې وه بل لیوه مې و، پلار مور یې ورونه چې وایي، راځه ته دې سړي ته نه و، چې دا سړی ته ورنه کېده قاتل ده. خپل ورور یې ولې ووژل؟ خپل ورور یې دغې ښځې په سر مړ کړو. ښه، دې ښځې په سر مړ کړو، دغه ښځه ورو پلار مور یې د مخې ښځې چې وایي، راځه دې سړي ته نه و، ویل چې ماخه بل ماخه لیوه دې وکړه، دا ورنه کېده قاتل ده. نکاح یې هلته وتړله ورته، پلار مور یې ورته وتړله، د بل لیوره ته مې میړه مې جیک شو، ویل غوښتله ماته ښه یې ته وایي، خته خپل ځان ته یې کېنوله. دا د دې دوړ اړیکه څنګه وي؟ یور د لیور سره خوشاله وه یا لیور تا خپله خاوند؟ دواړه ورونو سره جنګ کاوه. ښه، جنګ یې سره وکړ. زه واده شوم، درې ورځې مې ووتې، سره جوش چګوګانې سره واخیستلې. لیور مې ښځې ته ویل، هغه وخت طالبانو ویل، ورشه عریضه وکړه. ښځه لاړه، نه عریضه یې ونه کړه. دواړه ورونو سره جنګ وکړ، ذاتي سره درې ورځې بېل وو، بېرته سره ګډ شو، پسرلی و، ذاتي سره بېل شو. نه، دا لیور ښځه د تا میړه سره څنګه و برخورد؟ خوشحاله وه؟ ورسره ښه رویه یې کوله؟ هو، خوشحاله. او که نه، تا د لیور ښځې ډېر تا میړه بد ایسېدو، ځکه چې همیشه یې ورته بدې سترګې درلودې. ورسره خوشحاله وه چې ما میړه ویل، دا ښه نه ده، چې خودم دا ښه نه ده، هغه ښه ده، ما د ورور ښځه ښه ده، دا ښه نه ده. بیا یور دې هم دغسې یو فکر درلود؟ هو، ورور مې ویل، هغه مې ډېره وهي، داسې مې کوي، خپل میړه یې ښوده. ښه، له هغه ما باندې ډېر ظلم کوي، پلار کره مې چې زه مې وهي، مې داسې مې کوي، نه مې پرېږدي. نو تا چې هغه چې یې کوله، خو د هغه یې هم وتل، او د هغې د ښځې سره یې هم په اصطلاح هغه یې ځان ته راوستله. دا په زړه کې کومه کینه وه چې تا ته یې ډېر وهل درکړو؟ ولې اوس خو کله چې هغې واده وکړو، نو د هغې مسله حل شوه، ولې تا همېشه وهلې؟ یه چا مې نه وه، یعنې مو دا راشاره ته پرما کړو، خواښې به مې ویلې، دغه دا غوړ توی کړی ده، یا دغه چای ایسه توی کړی ده، یا په یو شي به یې راونیو، نو مو به یې وهلم. یعنی نورو کسانو به ځینو شیانو ورته ویل چې بیا راتلو ته یې وهلي؟ خواښې به مې شیطاني ورته کوله، دې به ځان بېرته وخت، زه به یې پرې راونیوله، مړی مړی به یې کړم، تور شنه به یې پرې واړولم. سره له دې چې هغه وخت د طالبانو دوره وه، نو بیا هم نور په اصطلاح چا ورباندې عریضه ونه کړو؟ په ورور دې، ورور مې راته ویل، مېړه باندې دې چې ولې خپل ورور ووژل؟ نه، خواښې مې خپله وه، خواښې مې ویلې، ویلې ویل، هغه مې زوی ده، دا مې زوی ده، دا مې خوم، دا مې خوږېږي، که هغه هم هغه مې خوږېږي، ویل ما خپل زوی ده، خو چې مړ کړی ده، مړ کړی دی. خواښې دې خپله پوهېدلم چې مشر زوی یې تا خاوند وځلی؟ خپله ویل چې مړ کړی دی، څنګه وکړم؟ هغه زوی مې چې لاړه، دامسې مړ کړم. میریم باز هم سراغ استاد بزرگوار ما شهلا جان فرید. آیا شما چون در بخش حقوقی کار میکنین، دیگه افراد را هم یا دیگه همچو قضایی را هم دیدین که کسی قتل کنه و عین قاتل خانم کس مقتول بر خود نکاح بکنه، و حتی نکاح هم نکرده، بلکه بر نکاح کسی دیگه داده شده و بدون از اینکه اینا همراهشان نکاح کنن، از خانه از اونا دوباره به خانه خود آوردن؟ آیا شما برخوردین؟ بله، متاسفانه جرایم خانواده در افغانستان به عقب پرده های خانواده پنهان میمانه، در حالی که قانون جزای افغانستان مشخصا تحت عنوان جرایم خانواده جرایم پیش بینی کرده و جزاها هم برش تعیین شده، ولی در افغانستان از آن جایی که حاکمیت قانون به ضعف مواجه است و قوانین فقط در مراکز شهرها حاکم هستند و مردم قانون را نمیشناسند، لذا اکثرا جرایم خانواده به عقب دیوارهای خانواده باقی میمانه. ما قضایای مشابه را بیشتر دیدیم، ولی ما فکر میکنم ما تاکید بری کنیم که مردها حدود صلاحیت و حق خود بر زن باید بشناسند. بزرگترین مشکل در خانواده افغانستان این است که هر نوع خشونت را که بر زن روا میدارند، فکر میکنند مردا که حق ما است. ببینید، در اسلام به صراحت گفته شده که ازدواج چی است، چی وقت رابطه زوجیت مشروع گردانیده میشه، که او اساس از او عبارت از امور رضایت طرفین است و ایجاب قبول است که ازدواج یا نکاح را به بار میاره. خو هر ما میگه که به دوره نامزادی به تجاوز صورت گرفته. بله، یک عرف نامعقوله که در
در جامعه ما وجود داره این است که دوره نامزادی را به نام نیمه نکاح یاد میکنند. ما به صراحت برای بیننده های محترم و به اعضای خانواده و به تمام خانواده های افغانستان میگم که نه در فقه و نه در قانون چیزی به عنوان نیمه نکاح وجود نداره. ازدواج بعد از رضایت طرفین ازدواج که توسط ایجاب قبول نکاح پیدا میکنه به وجود میاره، یعنی عقد ازدواج بعد از قبولی یا بعد از ایجاب قبول نتیجه حقوقی از او به بار میاد که این نتیجه حقوقی عبارت از مشروع ساختن رابطه زوجیت بین زوجه و زوج است. حالا ترا که خواهر ما گذشتانده وقت با یک مرد بگی بسیار عادی و یا بر مردها وقت در افغانستانی موضوعات گوشزد میشه یا از طریق تلویزیون ها میبینه بسیار عادی شانه بالا مندازن و میگن که زن است نکاح شده او حق شوهرش است که این رابطه را با او داشته باشه، ولی هرگز به این فکر نمیکنه که خلاف تمام نرم های حقوقی و خلاف اسلام اینا در دوره نامزادی رابطه مشروعیت رابطه ازدواج قائم کرده که یک رابطه نامشروع بوده. اگر فرزند از این رابطه به بطن مادر ایجاد میشه یا تولید میشه این فرزند ولد الزنا است نه مشروع. ببینین این تمام حالات یک فردی که خودم مسلمان فکر میکنه خلاف اسلام حرکت میکنه، خلاف اسلام عمل انجام میده. ما به صراحت میگم که نکاح و خانواده رابطه مشروعیت در خانواده ببخشید رابطه ازدواج یا رابطه زوجیت در خانواده زمان مشروع است که ایجاب قبول در حضور شاهدین صورت گرفته باشه و نکاح انعقاد حاصل کرده. تشکر استاد. تشکر. میریم سراغ خانم شکیلا. میخوایم از پیش از اینو پرسان بکنیم که آیا شوهرها حق دارن که بدون موجب همیشه خانم خود را لتکوب بکنن و آیا شما چنین قضایا را در گذشته داشتین و به خاطر کاهش همچون مسائل وزارت محترم امور زنان چه اقدامات را روی دست گرفتن؟ شوهرها حق از این ندارن که خانم های خود را مورد لتکوب قرار دن، چی معجب باشه و چی غیر معجب باشه. الان که همچه قضایا به وزارت امور زنان به نهایت زیاد بوده، یعنی گراف بسیار بلنده داره خشونت های فیزیکی که همیش خانم ها بدون کدام دلیل معجع یا غیر معجع باشه مورد لتکوب قرار میگیره. قانون منع خشونت در این قسمت صراحت داره، مردی که خانم خود مورد لتکوب قرار میده ولو که آثار و علائمش در وجودش یعنی آشکار نشه شوهرش مستوجب مجازات می باشه، یعنی حبس قصیر است که از باید 6 ماه یا 3 ماه در زندان سپری کنه. و همچنان اگر مورد لتکوب قرار میده شوهر خانم خدا منجر به مرگ خانم میگرده، مستوجب اعدام میگردد که باید اعدام شوه. خوشبختانه که قانون منع خشونت علیه زن در ارگان های عدلی و قضایی یعنی قابلیت تطبیق خدا پیدا کرده و یعنی وزارت امور زنان همچون خانم هایی که مراجعه میکنه به وزارت امور زنان یعنی مشوره هایی که لازم است در رابطه با قوانین نافذه کشور و مسائل شرعی برای همچه خانم ها ارائه میشه تا اینکه یک خانم بفهمه که مطابق با قوانین نافذه کشور و شریعت اسلامی از چی نوع حق حقوق برخوردار است. تشکر خانم شکیلا. میریم باز هم سراغ خانم عالمه. به نظر شما عنانات ناپسند تا چی حد به اصلاح در خانواده ها در قسمت با وجود آمدن خشونت ها تأثیر گذار است؟ در قدم اول ما را واقعا تکان داد سرنوشت خانم گلالای که امروز ما نشستیم و صحبت های از اینا را میشنویم و باید در قسمت خانم عدالت صورت بگیره که متاسفانه کیسش به یک یعنی به درازا کشیده و این یک نمونه است در فعلا در مقابل ما و متاسفانه که هزارها هزار زن افغانستان و میتونم آدم بگویم میلیون ها زن افغانستان با چنین سرنوشت مبتلا هستند و گرفتار هستند و در اینجا بر علاوه از این که ما در مورد عنانات ناپسند صحبت بکنم، بر علاوه از این متاسفانه عدالت یا قانون تطبیق نمیشه و اکثریت زنای ما رای خود باز کرده نتونستن هنوز به مراجع قانونی. یک دومی که عنانات ناپسند هم در اینجا نقش داره و خانواده ها نقش داره. مثلا ما در قوانین افغانستان داریم که جرم عمل شخصی هست
ما متاسفانه در عرف ناپسندی که داریم مسئله بد و بدل است که خوشبختانه مسئله بد و بدل و بخصوص بد در قانون موع خشونت علیه زنا تذکر داده شده و برای جرم هم پیش بینی شده. اما ببینین در تاریخ افغانستان گاگای در خانواده ها جرم پدر، برادر یا شوهر خانواده مرتکب میشه، اما دختر خانواده بد داده میشه که سرنوشت این دختر همیشه در خانواده شوهر با مشکلات این مواجه میشه، با مشکلات مقابل میشه و همیشه در ذهن او خانواده این دختر دقیقاً مسئول قتل شناخته میشه. و چیز دیگه که متاسفانه در افغانستان روش کار صورت نگرفته مسئله توینه‌های گزاف است. ما شما میفهمیم که اکثریت جوانای ما امروز برای کارهای شاقه به ایران، پاکستان، عربستان سعودی سفر میکنن تا پول و ازینه به اصطلاح کمرشکن تویانه ها را به دست بیارن و تهیه بکنن که این مسئله هم باعث میشه که شیرازی زندگی خانواده های جوان از هم بپاشه و مرد خانواده مجبور باشه همیشه به اصطلاح قرضی را که کرده به خاطر تویانه یا مثلا سفرهایی را که کرده و با انواع مختلف مشکلات مواجه شده ای را بپردازه. تشکر. باز هم میریم به یک وقفه و بعد از وقفه باز هم بحث های خود دنبال خواهیم کرد.